شماری از مقام های دولتی به شمول مقام ولایت هرات امروز برای تحویل گیری ترانسفارمر برق از سوی کشور ترکمنستان در مرز ترقندی رفتند. عبدالقیوم رحیمی والی هرات میگوید که با فعال سازی این ترانسفارمر مشکلات برق شهری و برخی ولسوالی های هرات حل شده و حتی بخشی از ولایت فران نیز شامل استفاده کنندگان از این ترانسفارمر می شوند. سفر به خاطر زی بود که ما ترانسفارمری که شما میبینین در ریل بار است از حکومت ترکمنستان توفه داده به شهر هرات او را تسلیم شویم و ما تشکری میکنم از ملت و مردم و حکومت ترکمنستان خواستن رئیس جمهورشان که در این مورد همکاری کردن ما را این ترانسفارمر که مسائل تکنیکیش تشریح میکنن و به خاطر ازی است که برق هرات و ولسوالی ها را شیندنه و فرار را تنظیم کنن. در این حال مسئولان اداره برشنا میگویند که این ترانسفارمر 125 MBI ظرفیت دارد که با راه اندازی آن میتوان تمام مشکلات برق داخل شهر هرات را حل کرد و در کنار آن شماری از ولسوالی های هرات و شهر فران نیز برق توزیع خواهد شد. از ملت ترکمنستان تشکر میکنیم. ترانسفارمر با ظرفیت 125 MVA به شهر هرات کمک شده، کمک بلای وز است. این ترانسفارمر بیشتر از اگر به حساب خانه های رهایشی بگیم بیشتر از 100 هزار فامیل ظرفیت داره برقدار بسازه و مشکل مردم شهر هرات کاملا حل میشه. به اون ترتیب ما مشکل پارک های صنعتی هرات هم توسط ترانسفارمر که کمک شده از طرف کشور دوست ترکمنستان رفع خواهد کردیم، مشکل پارک های صنعتی هرات را. در کنار این معاون وزارت انرژی کشور ترکمنستان میگوید که صادرات برق برای کشورها یکی از سیاست‌های خارجی کشور ترکمنستان میباشد و میافزاید که این ترانسفارمر به دستور رئیس جمهور ترکمنستان به افغانستان هدیه داده شده است. جرات ما رئیس جمهور ترکمنستان به 11 نوامبر 2019 به اساس پیشنهاد جانب ترکمنستان ترانسفارمر 125 MVA را به جانب افغانستان به عنوان کمک بلایوز اهدا کردن. در همین حال شماری از ساکنان هرات ابراز امیدواری می کنند که با نصب و فعالسازی این ترانسفارمر تمام مشکلاتشان حل شود. بخش از سکتور خصوصی همیشه دغدغه و مشکل برق داشته، به خصوص در بعض تولیدات ما در شهرک صنعتی قطع و وصلی برقها بسیاری از صنعت و تجارت ما را زیر سوال قرار داده و همیشه ما دغدغه ای را داشتیم. گاهگاه قطعی وصل و یا گروگانگیری از برقی که به افغانستان وارد میشه صنعت و تجارت ما را مختل کرده. ما امیدوارم با شروع و اضافه شدن برق وارداتی از ترکمنستان این موضوع به طور جدی حل بشه. گفتنی است که اداره برشنای هرات اعلام کرده که برای تقویت و خودکفایی برق در این ولایت برنامه های دیگر را نیز در نظر دارند. این همه در حالی است که مردم هرات همواره از نوسانات و قطعی برق به خصوص در فصل سرما شکایت داشته و دارند.